با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان نازنین، با امید به اینکه حال همه شما عزیزان خوب باشه، برنامه ویژه دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه‌ای که مربوط میشه به یکی از ایونت‌های بزرگی که در پیش داریم در بزرگ شهر تورنتو برای 13 ژانویه. همطور که از زیرنویس برنامه مشاهده میکنین، شما عزیزان داریم پیشا پیش در سال جدید میلادی دعوت میشین برای 13 ژانویه بل پارک. اما عزیزانی که از رادیو صدای ایران برنامه رو گوش میکنین، طبیعتاً زیرنویس رو مشاهده نمیکنین و من سعی خواهم کرد در طول گفتمان امروز برای شما مرتب تکرار کنم که با چه شماره تلفنی میتونین تماس بگیرین برای تهیه تیکتتون و جاتون و تاریخ برنامه و همچنین اطلاعات بیشتری که نیاز دارین. از همین الان قلم و کاغذی در اختیار خودتون بگذارین تا بتونین این اطلاعات رو یادداشت کنین. دوستان عزیز بیننده هم که آنچه که نیاز دارین در زیرنویس برنامه مشاهده میکنین. با شماره 416-224-56-23 امکان این خواهد بود که شما مرتب در تماس باشین و خانم فرزانه نامی شناخته شده در شهر تورنتو، من بیشتر راجبش در طول برنامه صحبت خواهم کرد که من فکر می‌کنم عزیزانی که دستگاه آب تصفیه رو دارن اینجا، معجزه آب رو، ایشون رو خیلی خوب میشناسن. هر جا که صحبت از سلامتیه، نام خانم فرزانه هم شناخته شده است. با ایشون تماس بگیرین، در مورد این تکنولوژی جدید فوتوتراپی و برنامه 13 ژانویه به شما کمک خواهند کرد. اما مهمان این قسمت برنامه ما، اگر خاطرتون باشه و برنامه های قبلی رو دنبال کرده باشین، خدمت شما عرض کردم که ما دو تا آقای دکتر باریکبین در شهر تورنتو داریم. دو نازنینی که هر دو متخصص، هر دو خوب، هر دو در کشور عزیزمون شناخته شده، ولی با هم هیچ در واقع فامیل هم نیستن و جالب اینه که دو لست نیم شبیه هم و اسمام خیلی شبیه هم. دکتر بهروز باریکبین باشون گفتگو داشتیم، متخصص پوست، و آقای دکتر بهزاد باریکبین که پزشک عمومی هستن و در مورد این تکنولوژی جدید فوتوتراپی میتونن تجربهشون در اختیار شما بذارن. اما ما تورنتویا خیلی خوششانسیم که این عزیزان در تورنتو هستن و ما هم میتونیم از اطلاعاتشون، از حضورشون به هر حال بهره‌مند بشیم و در این تکنولوژی جدید هم دستن در کارن که تجربهشون، و چون در مورد تخصصشون هم به هر حال مخصوصا آقای دکتر بهزاد باریکبین که پزشک عمومی هستن و کاری هم که سالها داشتن، فارماسوتیکال بودن و استاد دانشگاه بودن سالیان سال، با خود داروها هم در به هر حال دستن در کار این بودن که کار میکردن با پزشکان، با داروسازها، با خود دارو، تولید دارو، و شاید بهترین کسی باشن که بتونن اثر این تکنولوژی رو در کنار مصرف داروها به شما بگن. چون ببینین، خیلی بارها با هم صحبت کردیم که در بسیاری از موارد نمیشه منکر علم مدرن شد، علم پزشکی مدرن. شما وقتی که میرین عمل قلب باز بکنین، هیچ چاره ای ندارین. یا بسیاری از داروها رو، آنتی بیوتیک، شما وقتی مجبورین استفاده کنین، نمیشه منکرش شد. و شاید بهترین کسی که امروز بتونه به شما این اطلاعاتو بده جناب دکتر باریکبینه. اما یادتون نره، میشه با بدن کاری کرد که قلب، رگ‌های قلب به گرفتگی نرسه که شما مجبور شین عمل قلب بکنین. پس خیلی از کارها رو میشه انجام داد. حالا ببینیم نظر ایشون چیه. نظر ایشون که در هر دو به هر حال تجربه دارن و دست اندر کارن و میتونه نظر تخصصی واقعی باشه. اجازه بدین خدمتشون خوش آمد بگیم و گفتگوی امشب رو تقدیم حضور شما کنیم. جناب دکتر باریکبین، عرض سلام و احترام دارم به شما، خوش آمدیم به برنامه. متشکرم، خیلی ممنونم. همچنین من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم احمدی. من دکتر بهزاد باریکبین هستم و خوشحالم که در خدمت شما هستم و میتونم چند دقیقه رو در زمینه تجربیاتم، در زمینه‌ای که شما فرمودید، با شما صحبت کنم. یه نکته خیلی خوبی رو خانم احمدی شما فرمودین. ما گاهی وقتا هستش که به خاطر یه سری بیماری ها مجبوریم که یه سری دارو استفاده بکنیم. اما وقتی عقبتر میریم، میتونیم فکر کنیم که آیا اصلا میشه کاری کرد که دیرتر به سمت بیماری بریم.
اونجاست که آدم فکر میکنه خب اگه بتونه سیستم بدن رو یه مقداری تقویت کنه و بتونه سلامت و بالانس بدن رو نگه داره، شاید دیرتر به سمت بیماری بریم. من حدود 16 سال استاد دانشگاه بودم در ایران و یکی از قسمت‌هایی که تدریس می‌کردم در مورد آلترناتیو مدیسن بود. خب بالاخره می‌دونید که طب حاشیه چند قسمت داره، همش تحت ماهیتی به اسم هولستیک هلسکر یا طب کلگرا مطرح میشه. خب بالاخره نیچروپاتی داریم، ما مدیتیشن داریم، استیوپاتی داریم، هومیوپاتی داریم و آکیوپانکچر داریم، آکیوپرشر داریم. من همیشه فکر می‌کردم که خب وقتی مقوله‌ای به اسم طب کلگرا باشه، عملا شخص میتونه بدن به عنوان یک انتیتی کامل نگاه کنه. روی این حساب وقتی شما بدن رو به عنوان یک ارگنایزیشن در نظر بگیرین، اگه میخواین سعی کنین کمک کنین و بدن حالت هیلینگ پیدا کنه، پس بهتر که کل بدن رو در نظر بگیرین. یعنی اگه برفرض به عنوان مثال یه قسمت از بدن دچار مشکل بشه، مطمئنن چون بدن با هم در تماس هست، مثل شعر سعدی که میگه بنی آدم اعضا یکدیگرن، بدن هم قسمت‌های مختلف بدن با هم در تماسن. روی این حساب این بالانس در یک ارگان باعث مشکل در ارگان دیگه میشه. اما اگه کل بدن رو شما نگاه کنین از بالا، میتونید با کمک کردن به کل بدن باعث بشن که اگه یه جایی رو برطرف کردین مشکلشو، مشکل در جای دیگه هم برطرف بشه. اینجاست که مقوله هولستیک هلسکر خیلی خیلی مطرح میشه. من زمانی که با فوتوتراپی آشنا شدم که حدود 3 ماه قبل بود و من خیلی خوشحالم از همکارانم که تون برنامه دعوت کردن و من آمدم و من خیلی این ایده رو پسندیدم، دیدم که دقیقاً اون چیزی هستش که اشخاص میتونن انجام بدن. چرا؟ چون آکیوپانکچر خب همه میدونین یه قدمت 7000 ساله داره، هیچ شکی روش نیست، در همه دانشگاه‌های دنیا پذیرفته هست، تخصصش وجود داره، از جمله در ایران خب همه اینو قبول دارن. اما شما در نظر بگیرین که آکیوپانکچر داشته باشین ولی نیاز نباشه شخص بخواد حتما بشه به کلینیک آکیوپانکچر بره، خود شخص بتونه انجام بده. آکیوپرشر در کمپانی لایف ویو و در فوتوتراپی شخص میتونه با پروتکل و با محلهایی که مشخص شده که کاملا استاندارد هست، خود شخص میتونه کمک کنه به خودش. یعنی عملا من نوعی میتونم کمک کنم تا سیستم بدنی رو ترفیع بدم، بهتر بکنم تا دیرتر سمت بیماری بره. شاهکاره. دقیقاً شاهکاره. چرا نه؟ به خاطر همین اولا همیش اشخاص میتونن کمک کنن تا سیستم بدنیشون بهتر بشه. من اجازه بدین یه تجربه رو با شما شیر کنم اگه اجازه داشته باشم. خب ما وقتی که اشخاص میخوان از این سیستم استفاده کنن، از پچهایی که حالای دکتر بهروز و باریکبین کامل توضیح خدمتون دادن، خب ما پیشنهاد میکنیم که شخص یه روی بدن کار کنه، یه سمزدایی انجام بده به اسم دیتاکس. من یادمه که روز 8 دیتاکس بود که انجام میدادم، به خاطری که یه مقدار فشارخون بالا داشتم و میدار پلپیتیشن، برای مشاوره پیش پزشک قلب ارجاع داده شده بودم و دقیقا اتفاقی که افتاد خدمتون میگم. من دیدم اونجا طبق فشاری که گرفتن فشارخون نرمال داشتم، یعنی همکاران میدونن یا بقیه بالاخره مردم هم میدونن خب فشارخون 135 روی 95 فشارخون بالایی نیستش. من توی اخیراً توی یکی دو سال به 145-50 رو 95 بود که خب بالاست، مخصوصاً 95ش بالا هست، یعنی حتی رو 135 بله مینیموم بشه. و فشارخون من 125-130-135 رو 85 بود و پلپیتیشن هم یکی از مشکلاتی بود که داشتم نداشتم و من دیدم که خب چه چیزی باعث میتونه باشه. من همیشه این حالت رو داشتم و شاید به خاطر این بود که میدار کمک کردم به دیتاکس خودم. این تجربه خودم بود. از اون روز به بعد من فشارم در داخل خونه میگرفتم، هیچ وقت فشار خونه بالای 135-140 نداشتم. فقط دو بار، اینو خدمتتون میگم، فقط دو بار من این 140 داشتم ولی روی 80-85 و با پالس ریت کاملا زیر 75، زیر 80، حتی 67-68. و خیلی برای من جالب بود که عملا دیدم که خب پس من الان فعلا به داروی فشار نیاز ندارم، چون بعد از اونم تو خونه گرفتم، فقط اونجا نبود. این تجربه که خود من داشتم، پس عملا من خودم بدون اینکه فکر بکنم دیدم او من کمک کردم با انجام یه دیتاکس که سیستمم رو ترفیع پیدا کنه. یا خدمتتون بگم مثلا خیلی از همکاران دیتاکسش اعتقاد داره، خیلی ها میگن دیتاکسش خوبه. دقیقاً تجربهشو من از دوستان خوبه. دقیقاً شما وقتی این مریدیان ها و چنل های داخل بدن که در تئوری طب
سوزنی مطرح هست و تایید شده هست رو کمک کنین که افزایش و کاهش انرژی در داخل بدنتون بالانس بشه، عملا دیگه مشکلات در جای بدن نخواهید داشت. یه مقدار بدنتون رو کمک کردین به حالت سلامت رسیده، اون وقت اگه مشکل خاصی باشه میشه رو اون مثلا فوکس کرد و ما امکان داره نیازمند به استفاده از دارو باشیم، ولی زمانی که حداقل به خود بدنمون کمک کرده باشیم تا به حالت اپتیمومش برسه، بعدش شاید نیاز باشه. ولی گاهی وقتا اصلا بیمار دچار اصلا شخص دچار بیماری دیگه نخواهد شد. فوق‌العاده است، براو. مرسی از تجربتون جناب دکتر بایکی. اگر موافق باشین شما 13 که تشریف دارین. بله، در مورد می‌خواستم تا الان بگم. بسیار عالی. آره. بسیار عالی، چون ما به هر حال می‌دونم که یه روز خاص خواهد بود. بله. یه روز ویژه خواهد بود و دوستان علاوه بر این که حالا با این تکنولوژی آشنا میشن، خب آقای دیویدش میدم آدم کوچیکی نیست، دانشمند بزرگی که مخترع این سیستمه و سالها طول کشیده تا اصلا بذارن اینو به دنیا برسونه. یعنی به هر حال خیلی مانع داشته، یک همچین محصولاتی رو اینجوری نیست که بذارن بیاد به این راحتی به دست مردم برسه، مثلا داروی سرطان. بله. خب خیلی سال شماها میدونین هست ولی نمیذارن بیاد بیرون. بله. و اگه یه ذرهشو میذارن حالا یه قسمتیش بیاد بیرون دیگه، اون حالا فکر کنین که چقدر مرحله رو طی کرده تا یه خوردهش بیاد، وگرنه هست خیلیاش. و پزشکان ما داریم، پزشکانی که این داروها رو دسترسی میتونن به فرمولاش داشته باشن، کشف میکنن، ولی متاسفانه نمیاد و اینه داستان. اینا هم همونجوره، اینا هم آسون نیست که تاییدیه بگیرن، FDA بگیرن، بخواد بیاد بیرون به دست عموم به این راحتی برسه. بنابراین بازیای خودش رو داره و الان آوردن این آدم به تورنتو و اینکه الان متخصصین اینقدر خوشحالن که میدونن که به هر حال پشتوانه اطلاعاتی این آدم چقدر زیاده و چه هدفهای بزرگتری رو داره که اون روز راجبش صحبت خواهد کرد و چه امکانات بیشتری رو اعلام خواهد کرد، روز خیلی بزرگ و خوبی خواهد بود. 13 ژانویه رو برای خودتون آزاد بذارین، بیاین. روز خیلی خوبیه چون پزشکان خودمونم، متخصصین خودمونم دسترسی بهشون آسون نیست. اونجا خواهند بود، چندین ساعت پرسش و پاسخ خواهد بود. اگر هر چی دوست دارین میتونین بپرسین. امتحان کردن اینا هیچ ضرری براتون نخواهد داشت جز ثابت کردن به اینکه خیلیاش تو لحظه شما واقعا تو همون 2-3 ساعتی که اونجا هستین نتیجه خواهین گرفت. نمیخوام بگم آنی به شما آبرو آتیشه، ولی واقعا تو اون چند ساعت که اونجا هستین نتیجه خواهین گرفت، دیده شده. من خواهش کنم شاید دوستانی که تو استودیو هستن افراد خیلی خوبی هستن، چون اینا روشون همه آزمایش شده و دستن در کارم، بیان به ما بگن. بله. موافق باشین. بله. دعوتشون کنیم بیان الان. و همچنین پذیرایی خیلی خوبی براتون گذاشتن، بخاطر اینکه خب چند ساعته، خب خسته میشین، بالاخره غذا میخواین و روز خوبی خواهد بود. بله قطعا همینجور هستش. من این مژده رو باید خدمت همه بینندگان بدم. ببینید شما وقتی که در مورد مقوله مثل لایف ویو اطلاعات پیدا کنین، خیلی خوبی که عملا با شخص اولی که این کمپانی رو راه انداخت که آقای دیوید اشمید اصلا آشنا بشین، با ایشون صحبت بکنین. بالاخره ایشون بیولوژیست هستن، کیمیست هستن و اولین بار در 13 سال قبل که این کمپانی رو راه اندازی کردن به خاطر ترایل ها و مطالعاتی بوده که انجام دادن و جواب داده. حالا خود ایشون تون برنامه خواهند گفت. ایشون اولین بار برای نیروی دریایی وزارت دفاع یه محصولی رو طراحی کردن که فکر کنم آقای دکتر بارکمین خدمتون گفتن، محصول انرژی انهانسر بود. وقتی که در ترایل ها خیلی خوب جواب داد و برای کسانی که مدت های طولانی بیشتر از 24 ساعت نیاز دارن انرژیشون در حد خوبی بمونه جواب داد، عملا خیلی راحت این جذب شد. بعد از اون دیدن خب پس چرا این ایده در اختیار مردم قرار نگیره. به خاطر همین این ایده الان به طوری هستش که مردم میتونن استفاده کنن. از 13 سال قبل تا الان این ایده بوده و الان هم هست و عملا همه همت بر این هستش که شما کمک کنید و خود بدنتون این سیستم بهبود رو در خودش ایجاد بکنه. من خواهش میکنم که در 13 ژانویه در محل لپارک فکر کنم هست. بله. لپارک لطفاً تشریف بیارین. برنامه خیلی خوب علمی خواهد بود. ما اونجا مطمئناً پچ دمونستریشن هم خواهیم داشت و مطمئناً شما رو میتونیم ببینیم و قطعاً استقبال خواهیم کرد. بله حیفه. البته در مورد آقای دیوید اشمید باید بگم واقعا این آدم وقتی سمینار در آمریکا داره سوزن نمیافته تو سمیناراش و
فوق‌العاده میرن براش، برای اینکه استفاده کردن، باورش دارن و واقعا مثل یه معجزه‌گر بهش نگاه میکنن. ولی خب دیدگاه علمی این مسئله خیلی گسترده تر از این حرفاست. برای اولین بار میاد تورنتو و این اتفاق به دست پزشکان ما افتاده در تورنتو، خب خیلی برای ما حائز اهمیت، خیلی خوشحالیم که ایشون خیلی اهمیت داره برامون و خیلی روز خوب و مهمی خواهد بود. و مهمتر این که شما این محصول رو از نزدیک حسش خواهید کرد و خواهید شناختش. با شما خواهیم بود، یک تنفس کوتاه بگیریم، از دوستان دعوت کنیم که همراه شما این تجربه رو کسب کردن، بتونن برای دوست، خیلی مهمه که بیشتر بدونن که واقعا اینایی که استفاده کردن چه نتایجی گرفتن. بسیار خوب، همراه ما باشین. مرسی دوستان، با ما باشین تا لحظات دیگر.